سلام، من فرناز قاضی زاده هستم و این ویژه برنامه صفحه دو برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. تا کنون 7 برنامه داشتیم و این برنامه 8 درست آخرین هفته قبل از انتخابات. در برنامه امروز همکارانم کامبیز فتاحی و هادی نیلی هر دو از واشنگتن با ما هستن و در تلاش هستیم ارتباطمون رو با بهمن کلباسی در نیویورک هم برقرار بکنیم، اما فعلا این ارتباط برقرار نیست. در فضای انتخاباتی روزهای پایانی به نظر میرسه که کمپین ها سرعتی بالا به خود گرفتن، دو نامزد تلاش میکنن خودشون رو هر طور شده به خصوص به ایالت هایی که بار قبل تعیین کننده بودن برسونن. بذارید آخرین خبرها رو از هادی بشنویم. هادی به ما بگو که چه میگذره. میدونیم که هر دو نامزد تقریبا یک تور گذاشتن و پشت سر هم دارن به ایالت‌های مختلف میرن. اینطور که در این چند روز اخیر مونده به پایان این انتخابات میشه دید، هر دو نامزد دارن اونقدری تلاش میکنن که کمتر ما قبلتر ندیده بودیم، کمتر میدیدیم که چه جو بایدن و چه دونالد ترامپ، البته آقای ترامپ فعالتر بود، اینقدر سفرهای فوری برن. از همین واشنگتن که ما هستیم شروع بکنم، انتظار میره که روز انتخابات و فرداش تظاهرات باشه و همین امروز مقام های شهری اعلام کردند که پارک کردن خودرو در خیابون های اطراف کاخ سفید ممنوعه به ملاحظه همین تظاهرات، این و خیلی از ساختمون ها دارن در و پنجره هاشون رو تخته میکنن، تخته های چوبی بزرگ میزنن از بیم اینکه اگر تظاهرات یا ناآرامی یا غارتی صورت گرفت سعی بکنن که امن کرده باشن ساختمونشون رو. اینه که فضای انتخاباتی در پایتخت حداقل اینطور احساس میشه که ممکنه که در ساعات بعد از انتخابات یا روزهای بعدش تظاهراتی شکل بگیره. جالب هست این اشاره که کردی با توجه به اینکه همین حالا سر رأی‌های پستی حرف و حدیث زیاد هست. بذار صحبت‌های یکی از مدیران منطقه‌ای، مدیر جلب مشارکت عمومی در بخش مونتگومری ایالت مریلند رو بشنویم که داره توضیح میده که این رأی شماری به چه شکل هست، چون در موردش بسیار تشکیک شده. So today you're seeing our bipartisan canvas teams prepping the mail-in ballots as received. تیم ما که شامل اعضای دو حزب هستند مشغول آماده کردن برگه های رأی هستند که از طریق پست به دست ما رسیده. اینها برگه ها رو برای اسکن شدن آماده می کنند. هر کس 100 برگه رأی خواهد داشت و تیم ها غیر حزبی هم. امروز داریم برای اسکن کردن 25,000 برگه رأی آماده میشیم. امسال به خاطر کووید انتخابات خیلی جالبه. معمولاً در سالی که انتخابات ریاست جمهوری داریم بین 60 تا 80 هزار رأی پستی میگیریم، اما حالا داریم به 400 هزار تا میرسیم. روزهای طولانی در انتظار ماست، اما میخواهیم به رأی دهنده ها اطمینان بدیم که رأیشون شمرده میشه. بهمن کلباسی هم الان از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، این قضیه رأی پستی خیلی جالب شده، به خصوص مثلا آماری که الان داریم از تگزاس، تعداد رأی پستی ها از تمام کسایی که دور قبل شرکت کرده بودن بالا زده. هم تعداد رأی پستی ها به اضافه تعداد کسانی که حضوری رفتن رأی دادن، در مجموع این دوتا در تگزاس از کل آرایی که در سال 2016 اخذ شده بیشتره. تازه 3 روز دیگه مونده، البته در رأی‌گیری زودهنگام 1.24 ساعت مونده، در هریس کاونتی، در واقع اون منطقه‌ای که نزدیک 5 میلیون جمعیت داره و شهر هیوستون درش هست، پر جمعیت ترین منطقه تگزاس هست، قراره در طول شب هم این مراکز رخص رای باز بمونن. در نتیجه این 24 ساعت رو داریم. روز انتخابات هم که بخش بزرگی از رای دهندگان شرکت میکنن هست، رایای پستی که در راه هست هم هست. این است که در تگزاس نه تنها از 2016 بالاتر رفته، بلکه انتظار میره که از این هم فراتر بره. ولی دعوایی که سر رأی‌های پستی است کم و بیش مشخصه. جمهوری خواهان میخوان رأی‌های پستی که بعد از روز انتخابات میرسه شمارش نشه. در نتیجه شکایت‌های مختلفی در ایالت‌های مختلف کردن، بعضی‌هاش به نتیجه رسیده، بعضی‌هاش نرسیده. ولی بعضی ایالت‌ها میگفتن که اگر شما قبل از روز انتخابات رأی پست بکنید و مهر خورده باشه که قبل از روز انتخابات پست شده، اگر تا 2-3 روز بعد، بعضی جاها تا 1 هفته بعد هم برسه شمارش میکنیم. ولی جمهوری خواهان نمیخوان این شمارش بشه و در 2 ایالت موفق شدن، در 2 ایالت دیگه موفق نشدن. این که گفتی رو بذار صحبتی از دونالد ترامپ بشنویم، چون آقای ترامپ هم قبلا گفته که با این آرای پستی مشکل داره، به خصوص در ایالت هایی که برگزار کننده ها دموکرات هستند و به اونها شک داره. بشنویم چی میگه.
بزرگترین مشکل ما اینه که بخوان تقلب کنن. این تنها چیزیه که منو نگران میکنه. تقلب. میدونید که یه سری برگه رأی رو که به اسم من نوشته شده بود تو سطح آشغال پیدا کردن. رأی نظامی ها بود. روی رأی ها نوشته شده بود ترامپ. تو سطل آشغال پیداشون کردن. کامیز، اول اگه ممکنه تو راجع به این قضیه رأی در سطل آشغال یه ذره بیشتر به ما بگو، چی رو میگه که اینقدر روش تاکید داره؟ بارها تا حالا بهش اشاره کرده آقای ترامپ. و بعد مسئله دیگه این که خیلی گیج کننده است اگه قرار باشه که آرایی بعد از روز سوم نوامبر، روز 13 آبان برسه و قرار باشه که اونها رو بشمرن بعضی جاها و بعضی جاها قرار نباشه بشمرن، این نتیجه انتخابات رو احتمالاً خیلی به تعویق میندازه، نه؟ خب این پتانسیل رو داره، این ظرفیت رو داره که همچین اتفاقی بیفته، ولی اتهاماتی که در مورد تقلب‌هایی که گفته میشه انجام شده یا در گذشته شده، اینها تا حد زیادی مدرکی داله بر این وجود نداره که یک چنین آرای پستی در گذشته به تقلب و ساختگی و جعل رأی منجر بشه. مسئله این مسئله جدیدی نبوده. حالا امسال به خاطر کووید داره در سطح وسیع‌تری انجام میشه و دیدیم که از روز اول هم جمهوری خواهان این رو به چالش کشیدن. آقای ترامپ که اصلا به کل این رو گفت داله بر این است که دموکرات ها قصد این رو دارن که تقلب بکنن، منتها مثلا اینجاست که اون سابقه ای که هست، مدارکی که وجود داره، این رو در واقع این رو همچین چیزی رو ثابت نمی کنه. و به هر حال میبینیم دیوان عالی آمریکا در روزهای اخیر در رأی هایی که داشت، این دیوان فراموش نکنیم دست در عمل دست قضات محافظه‌کار عمدتاً منصوب شده از سمت جمهوری خواهان هست، در مواردی آرایی دادن که در عمل دموکرات‌ها اون رو پذیرفتن و به نفع اونها تموم شده. بنابراین ادعاهایی که میشه لزوماً این ادعای رأی در سطل آشغال چی بودش که خیلی میگم بهش اشاره کرد آقای ترامپ؟ قبلا هم بهش اشاره کرده بود که رأی‌های من رو در سطل آشغال پیدا کردن. خب یک همچین مواردی رو به هر حال خیلی وقته که دارن در موردش صحبت میکنن، ولی یک چیز گسترده‌ای نبوده که بخواد، و این ادعایی بوده که همیشه از سمت او مطرح بوده، چیز جدیدی هم نیست. صحیح. کامیز، در مورد رأی‌های مربوط به سنا هم به اون بگو، چون می‌دونیم که انتخابات همزمانی هست برای بعضی از کرسی‌های سنا که اونها هم خیلی تاثیر داره، هم اهمیتش گاهی گفته میشه که از اینکه چه کسی رئیس جمهور میشه کمتر نیست، برای اینکه مهم هست که اگر مثلا هر کدوم از اینها برن و سنایی داشته باشن که باهاشون همراه نباشه، کارشون خیلی سخت میکنه. خب ببینید، در حال حاضر یه چیزی بین 9 تا 12 کرسی سنا جمهوری خواهان در خطر هست، یعنی 12 کرسی که بعد براش بجنگن و 9 تا اینها الان در خطر هست، و بعضی از اینها فرض کنید سناتور لینزی گراهام که در عرصه تحریم‌های ایران هم بسیار فعال بوده، از در واقع طرفداران سرسخت آقای ترامپ هست در کارولینای جنوبی، الان کرسی او در خطر است و شاید این کرسی رو از دست بدن. اینا 9 تا کرسی در خطر رو باید بجنگن، دفاع بکنن تا بتونن در واقع اکثریتشون رو حفظ بکنن. این رقم در مورد دموکرات‌ها به مراتب کوچکتر هست و یک چنین شرایطی باعث شده که این حس به وجود بیاد که کنترل جمهوری خواهان در سنای آمریکا یک کنترل خیلی بالایی هم نیست، با اختلاف دو سه کرسی جلوتر هستن، این رو از دست بدن. میبینیم در روزهای اخیر حتی خود آقای ترامپ در مورد این مسئله احتمالش رو مطرح کرد. رئیس جمهوری خواه سنای آمریکا در واقع اکثریت که آقای میچ مکانل باشه، هفته پیش زمانی که صحبت از تایید صلاحیت در واقع نامزد تازه برای دیوان عالی بود، به صورت تلویحی گفت که شاید این کنترل رو ما از دست بدیم. به هر حال در نظر سنجی‌ها عقب هستند و معمولا رئیس جمهوری که اگر عقب باشه و شکست بخوره، احتمال داره که این شکست برای کنگره هم پیامد داشته باشه، در این مورد سنا. بنابراین چندان وضعیت خوبی ندارن در عرصه مراقبت های سنا. هادی، تو میخواستی چیزی بگی؟ میخوای بگو. من میخوام یه صدایی هم داریم از آقای بایدن در مورد جورجیا میخواد صحبت بکنه و جالب بود برای من، برای اینکه به هر حال اون ایالت هایی هستن که ایالت های جنوبی هستن، به نظر میاد که محافظه‌کاران معمولا باید پیش بشن، ولی این دوره خیلی احساس
در واقع پیروزی پیشاپیش انگار داره آقای بایدن، مدلی که صحبت میکنه. صداشو بشنویم بعد باهات صحبت میکنیم. There aren't a lot of pundits who would have guessed 4 years ago that the Democratic candidate for president in 2020 چهار سال پیش کارشناسای زیادی نبودن که بگن نامزد حزب دموکرات در 2020 در آخرین هفته از انتخابات برای تبلیغ به ایالت جورجیا میره، یا اینکه ما تو این ایالت رقابت‌های تنگ و تنگی برای سنا داشته باشیم. اما حالا اینجاییم برای اینکه در جورجیا و کل آمریکا تغییراتی در راهه. چقدر این به نظرت خوشبینانه میاد هادی، یه همچین نگاهی که آقای بایدن داره؟ خب یک نامزد انتخاباتی طبیعیه که بخواد خوشبینی هم ابراز بکنه به کسانی که بهش رای میدن، ولی اینطور که ناظران میبینن و اینطور که در نظرسنجی ها بوش به مشام میرسه، این عجیب نیست و بعید نیست اگر چنین بشه، اگر در نهایت دموکرات ها بتونن تو نقاطی رای خوبی بیارن که چندان پایگاه معمولشون نبوده، به خصوص که میزان مشارکت در انتخابات خیلی بالا رفته در این انتخابات. حداقل تا الان این تعدادی که رای دادند بی سابقه هست، و همونطور که بهمن هم اشاره کرد با توجه به اینکه شمارش در واقع تعداد آرای پستی و زود هنگام که رسیده بعضی نقاط از کل میزان مشارکت بالا رفته، بالاتر رفته، دموکرات‌ها امیدوارن که این در نهایت در واقعیت هم پای صندوق به نفعشون عمل بکنه. این رو هم من می‌خواستم بگم که در مورد بحث آرای زود هنگام و آرای پستی، در خیلی ایالت‌ها پردازش این برگه‌های رأی، یعنی اینکه این برگه‌های رأی تطبیق بدن، مثلا امضاها درست باشه، برگه رأی درست رسیده باشه، درست پاکت بسته شده باشه، رسیده باشه، اینها رو شروع کردن در بعضی ایالت‌ها. حتی این ایالت‌های تعیین کننده هم هستن، مثلا فلوریدا یا کارولینای شمالی، ولی در روز رأی‌گیری هست که شروع می‌کنن به شمارش این برگه‌های رأی. اینه که در بعضی این حوزه ها جلو هستن در مورد اینکه این برگه ها رو بشمرن و در نهایت شاید زودتر بیاد، در این حال که در بعضی حوزه های رأی‌گیری تا چند روز بعد میتونن این برگه های رأی دریافت بکنن. یا یه دعوایی هم در این هفته بود سر این که رسید به دادگاه دیوان عالی در مورد اینکه این در واقع آرا رو تا کی میشه شمرد. در دو ایالت دست کم این اتفاق افتاد. یه مقدار راجع به این هم برامون بازتر توضیح میدی که چطور هست و ایالت های مختلف اگه با هم فرق بکنن در اعلام نتایج چقدر تأثیر داره؟ این ایالت‌ها از نظر زمان شمردن آرا با هم تفاوت‌های زیادی دارن. بعضی‌هاشون میگم از 3 هفته قبل از انتخابات شروع می‌کنن به پردازش آرایی که زود رسیدن، بعضی‌هاشون تا چند روز بعد دارن همچنان شمارش می‌کنن، یا حداقل می‌تونن تو خود ایالت اعلام کردن که می‌تونن این کارو بکنن. این باعث میشه که ما در روز انتخابات شاهد باشیم که بعضی ایالت‌ها شروع بکنن نتایج رو اعلام بکنن و نتایجشون هم البته به مرور تکمیل بشه، ولی مثلا ایالت پنسیلوانیا با وضعیتی که داره احتمالاً نتیجهش دیرتر یا با روند در واقع در تعلیق بیشتری اعلام بشه. این هست که وضع انتخابات هم متفاوت میکنه بیشتر از قبل، یعنی این انتخابات خیلی چیزا شبیه انتخابات های معمولی نیست. این هم هست، حتی الان گمان زنی در مورد این هست که حتی معلوم نیست دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد حزب جمهوری خواه اصلا کجا باشه شب انتخابات. معمول هست که نامزده انتخاباتی برن در یک مهمانی با حضور طرفدارانشون که اگه باختن اونجا اعلام شکست بکنن و اگه بردن جشن پیروزی بگیرن، ولی الان محل تردیده که اصلا دونالد ترامپ از کاخ سفید بره به جایی و ممکن اصلا در کاخ سفید باشه طبق بعضی از گزارش‌ها. بیا مقدار راجع به مسائل مهم این انتخابات صحبت بکنیم، چون به نظر میاد که این روند خیلی متفاوت هست با اونچه که در سال 2016 داشتیم، مثلا در مورد مهاجران، در مورد مسلمانان که اتفاقا ظرف این هفته در اروپا هم باز به خاطر اتفاقاتی که در فرانسه افتاد اومد در صدر خبرها. بهمن می‌خواستی چیزی بگی؟ بگو. فقط در مورد این تفاوت‌هایی که وجود داره و این به خاطر اینکه انتظار زیاد هست در مورد که کی نتایج منتشر میشه و خیلی هم سوال میکنن، یکی از دو ایالتی که اول شب به خاطر اینکه در شرق آمریکا قرار دارن و نتایجشون زودتر معلوم میشه و میشه بر اساسش یک تصویری داد از اینکه وضع بقیه ایالت‌ها چگونه است، همین دو ایالت کارولینای شمالی و فلوریدا بود که هادی بهشون اشاره کرد. و به خاطر اینکه کارولینای شمالی تمام رأی‌های پستی رو
رأی‌های زود هنگامی که داده شده رو ساعت 7:30 شب منتشر می‌کنه، بعد ساعت 8:30 شب میاد رأی‌هایی که در همون روز داده شده رو منتشر می‌کنه نتایجشو. در نتیجه ممکنه ما تا 10 و 11 شب یه تصویری از کارنلای شماره داشته باشیم، و کارنلای شماره اینقدر مهمه که میتونه در واقع خیال دو طرف رو بسته به اینکه چجوری بره یه قدری راحت کنه. اگر آقای بایدن ببره خب خیلی خیالش راحت میشه که این انتخابات رو برده و مجلس سنا هم قطعا شانس بالایی خواهند داشت، ولی اگر که نبره اون وقت نگاه ها میره به پنسیلوانیا و ایالت‌های مرکزی و شرقی تر غربی تر. این است که اگه من اون شب انتخابات دارم نگاه میکنم، چیزی که برام خیلی کنجکاوم بدونم چه اتفاقی میفته، اول آرای کارولینای شمالی و همچنین بعضی بخش هایی از فلوریدا در مقایسه با 4 سال پیش که اون وقت تا 10 یا 11 شب به وقت شرق آمریکا، 7 صبح 6 صبح به وقت تهران، میشه کاملا یه تصویری داد که وضع آقای بایدن و آقای ترامپ چگونه. با تجربه دوره‌های قبل من خواستم بحث رو برم سر یه جای دیگه، ولی اینجا اینقدر جالب هست مجبوریم همینجا بمونیم. یادم هست که یکی دو تا ایالت بودن مثل میسوری و مثلا اوهایو که میشد بر اساس رأی اونا به طور سنتی مثلا اونها وقتی یکی رو انتخاب می‌کردن در نهایت او برنده بود. آیا در این انتخابات با همه این تفاوت‌هایی که شاهدش بودیم هم میشه چنین چیزی رو گفت یا نه بهمن؟ قطعا برای بعضی ایالت‌ها میشه گفت، مثلا فلوریدا اگه آقای بایدن اینو بعد گفت، یه سری ایالت‌ها هست که آقای ترامپ باید حتما ببره تا رئیس جمهور بشه. اگه هر یک از اونها رو ببازه اون وقت باید کارش رو تمام شده دونست. یکیش فلوریداست، یکیش کارولینای شمالیه، اینا رو حتما باید ببره صحیح. تا نزدیک بشه به 270. و همین جهت تکلیف این ایالت‌ها، مگر ممکن است که یه سناریوی زیادی وجود دارد که آقای بایدن فلوریدا رو ببازه، کارولینای شمالی رو هم ببازه، ولی بازم رئیس جمهور بشه. برای آقای ترامپ همچین امکانی وجود نداره. بسیار خب، بذارین من علاقه دارم که راجع به این قضیه هم صحبت بکنیم. شعارهای انتخاباتی و مسائلی که در این انتخابات اهمیت پیدا کرد، میدونیم از روز اول به هر حال دو طرف سعی کردن که موضوعات مختلفی رو مهم جلوه بدن. قضیه مهم مهاجرت و رفتار با مسلمانان که به نظر میاد که این دوره اساساً در انتخابات به اون شکل قبلی مطرح نشد. صحبت‌های دونالد ترامپ رو بشنویم در مورد این بحث. Biden wants to terminate our travel bans and surge refugees. بایدن میخواد ممنوعیت سفری که گذاشتم رو برداره تا پناهنده ها از خطرناکترین جاهای دنیا به اینجا سرازیر بشن. صدی که جلوی تروریسم اسلام افراطی داریم رو برمی‌داره. سه روز پیش که دیدید در فرانسه یکی رو سر بریدن، امروز هم دوباره اتفاق افتاد و ما سلام‌های گرم خود رو به پرزیدنت مکرون، دوست من و بانوی اول آمریکا می‌فرستیم. هر دوشون خوبن. بانوی اول فرانسه هم زن بزرگیه. با برنامه‌های بایدن این حملات هولناک در فرانسه به شهرهای ما هم میاد. حالا نمی‌خوام خیلی طولانی درباره این حرف بزنم. بذارید بزنم به تخته. این چوب واقعیه. آقای ترامپ کامبیز خیلی مشخص هست که روی اون قضیه که از دور قبل هم به هر حال باعث رأی آوردن شد، بحث اصلی بود، سعی داره تاکید بکنه. اما چقدر خریدار داره این حرفا این روزا؟ ببینید به نظر نمیاد خیلی خریدار داشته باشه. جالب اینجاست که یکی از مشاوران مهاجرتی ارشد در کاخ سفید اینها در واقع یک برنامه تازه‌ای رو تدوین کردن برای اینکه اگر پیروز شد دور دوم مهاجرت رو حتی سخت‌تر از این هم بکنن. منتها واقعیت اینجاست که در این دوران همه چیز تحت شعاع کرونا و این بحران قرار داره. الان می‌بینیم فقط در ظرف یک هفته الان 500 هزار مورد ابتلای جدید رو به ثبت رسوندن و این ضربه‌ای که زده هم از به اقتصاد آمریکا، به اختلالی که در زندگی مردم ایجاد کرده. الان بحث اول کرونا هست و میشه گفت مهمترین بحث هست. حالا البته افراد بر مبنای سلیقه‌های مختلف شاید رأی بدن، اما بحث مهم مسئله کرونا هست. به نظرم میاد بحث بسیار مهمتر که شاید چندان هم برای آقای ترامپ جالب نباشه، عملکرد دولت او در مورد بحران کرونا هست که میشه گفت شاید بعضی ها میگن که یک رفراندومی خواهد بود بر عملکرد دولت او در این بحران که میبینیم بسیار ناراضی هستن. اگر به نظرسنجی ها نگاه کنید که این میانگین هست، بیش از 60% دارن میگن کشور در مسیر درست
قرار نداره. این 60% رو اشاره جالبی کردی، با توجه به اینکه خبرهایی هست در مورد وال استریت که به نظر می اومد که باید جایی باشه که در واقع آقای ترامپ اونجا خوشحال هست و احساس میکنه طرفداران زیادی داره، ولی در مناظره قبلی احساس میشد که از اونجا در واقع دلچرکینه. به نظر میاد که در وال استریت طرفدارای بایدن زیاد شدن. این مقدار اینو برای ما باز میکنه که به چه شکلی اتفاق افتاد. ای کوتاه بگی. آقای ترامپ معروفه که دو تا چیز چشم بر نمی داره، یکی شبکه فاکس نیوز، دیگری این شاخص‌های بورسه که هر ساعت و هر روز ظاهراً خیلی از نزدیک دنبال می‌کنه. به اقتصاد آمریکا ضربه بسیار بزرگی وارد شد در بحران کرونا چند ماه اخیر، منتها چیزی که خیلی بالا رفت بعد از یک افت شدید بورس آمریکا و شاخص‌های بورس آمریکا بود که البته الان یکی دو روز باز دوباره می‌بینیم به هم ریخته. منتها در مناظره آخر وقتی گفتن دستاورد چی بوده و خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، بورس آمریکا که رونقش رو از دستاوردهای خودش میدونست، منتها این رو هم میبینیم در بین سرمایه داران در اون طیف خیلی ها نگران بودن، شرکت ها، رؤسای شرکت ها، که اگر بایدن بیاد و قراره که مالیات ها رو قدری برای ثروتمندان به خصوص بالا ببره، این میتونه ضربه ای به بازار بورس هم وارد بکنه. میبینیم منتها در ظرف چند هفته اخیر وقتی آقای بایدن جلو افتاده، الان میبینیم خیلی از اینها میگن خیلی خوب اگر رئیس جمهوری بعدی ترامپ نباشه بایدن باشه، لزوما چیز بدی نیست. اینها میخوان دوباره تغییر موضع دادن. چطور اگر که مشخص است که آقای بایدن با مالیات ها چه میکنه، چطور هست که اینا تغییر موضع دادن؟ معروفه که آمریکایی ها و به خصوص قشر سرمایه دار برنده رو دوست دارن، بازنده رو دوست ندارن، و اگر به حساب این حس غلبه کنه براشون، این پیش بینی و این برآورد، البته نمیگیم درست خواهد بود یا نه، ولی اگر این برآورد غالب بشه که احتمال پیروزی آقای بایدن بیشتر است و قرار او سر کار بیاد، اینها هم سیاست هاشون رو مد نظر قرار میگیرن. و از الان میبینیم بنابر آمار جدیدی که اومده، میزان پولی که این سرمایه داران خیلی هاشون در وال استریت دارن به ستاد انتخاباتی آقای بایدن میدن، از چیزی که قبلا به آقای ترامپ و به آقای اوباما دادن هم بیشتر است. ما 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من میخوام یه یاداوری بکنیم از اونچه که در نظرسنجی ها داره میگذره و این رو روشن بکنیم که خیلی ها چندان اطمینان ندارن به نظرسنجی ها. خیلی کوتاه اگه هر کدومتون بگین هادی، واقعا چقدر میشه به این نظرسنجی های این دوره اعتماد کرد؟ بار قبل به نظر میاد که همه به نوعی الان عقب کشتن، میگن آقا هرچی هم بگن بایدن جلوه، خیلی مطمئن نیستین، روز شب آخر باید ببینیم نتایج چی میشه. سوال سخت رو از من شروع کردی. همین چند شب پیش در بی بی سی فارسی در 60 دقیقه یکی از این کسانی که مسئول یکی از این مؤسسات نظرسنجیه، دم به تله نداد که پیش بینی بکنه که نظرسنجی‌ها بالاخره درست پیش بینی میکنه این دوره رو یا نه. چون خود اونا که نظرسنجی میکنن، ماست فروشانه میگن ماستشون ترشه، میگن ما دوره قبلا درست گفتیم. ولی خب چیزی که اشتباه گفتن این بود که آرای کلی که در انتخابات آمریکا مهم نیست، مهم اینه که در ایالت‌هاش میشه و البته در حاشیه خطایی که خود نظرسنجی کنندگان هم دور قبلی میگفتند این اتفاق افتاد. ولی الان در بعضی جاها تفاوت‌ها زیاده، حاشیه خطا دیگه پوشش نمیده این میزان تفاوت رو، و بعضی جاها از مثلا تعداد رای دهندگان زود هنگام شاید بشه عدسایی زد. ولی همین که اساساً رئیس جمهور مستقر این طور با چالش مواجه هست هم نشونه از این هست که نزد افکار عمومی آقای ترامپ چه وضعی داره. این حالا تا روز سه‌شنبه که رأی‌گیری‌ها تموم بشه بازم دقیق‌تر میشه حرف زد. بهمن ما روز سه‌شنبه همزمان با هم خواهیم بود در پوشش خبری زنده بی بی سی فارسی. چه برنامه‌هایی داریم اگه خیلی سریع بتونی بگی که قرار هست که چه بکنیم و چطور پوشش میدیم؟ اول در مورد نظرسنجی ها بگم که یکی از تنها موضوعاتی که دو طرف آقای بایدن آقای ترامپ با هم موافقن سر همینه. نه آقای بایدن میگه دلش میخواد نظرسنجی ها رو کسی باور کنه، نه آقای ترامپ. آقای بایدن مخصوصا نگرانه که این باعث بشه یه عده خیالشون راحت بشه رأی ندن، احساس کنن اون جلو افتاده. برای همین مکرر میگن آقا نظرسنجی ها رو باور نکنید، برید رأی بدید. ولی اینکه اون روز چه خواهیم کرد، در طول روز سعی میکنیم از نقاط مختلفی که رأی گیری خواهد بود، جلوی حوزه های اخذ رأی عمدتا اجازه نمیدن داخل بریم، ولی صف بیرون گزارش زنده خواهیم داشت، سعی میکنیم با رأی دهندگان صحبت بکنیم در شهرهای مختلف با همکارانم در واشنگتن و جای دیگه. بله. و طبیعتا در طول شب هم که به محض اینکه نتایج مشخص بشه از هر ایالت به ایالت بعدی هم
گزارش زنده خواهیم داشت. من همراه ستاد کارزار انتخاباتی آقای بایدن خواهم بود، همکاران با تیم آقای ترامپ، در نتیجه بسته به اینکه از هر دو طرف گزارش خواهیم داشت. از هر دو طرف گزارش کنیم. و کامبیز، تو به ما بگو که ما باید کجا، در واقع کدوم لحظه هست که احتمالاً ما تقریبا میتونیم به ظرف قاطع بگیم که نتیجه انتخابات روشن هست؟ آیا از الان میتونیم حدس بزنیم که چه ساعتی، اگر کسی نخواد همه برنامه زنده رو تماشا بکنه، چه ساعتی باید حتما تلویزیونش رو روشن بکنه؟ من فکر میکنم شب نسبتاً طولانی خواهد بود و با توجه به اینکه تمام آرا باید شمرده بشه و حساسیت به اینکه دفعه قبل رسانه ها تا لحظه آخر اشتباه فهمیده بودن، نظرسنجی ها غلط بود، این بار شاید خیلی ها محافظه کارتر هستند، مواظبتر هستند و با توجه به اینکه در برخی از ایالت های اساس شاید به این دو ستاد کارشون به دادگاه بکشه و بر سر شمارش آرا، شاید من فکر میکنم اون در طی شب به این راحتی نتیجه نهایی مشخص نشه، شاید ساعت‌ها یا اگر نگیم روزها شاید این شمارش ادامه پیدا کنه. بنابراین من فکر میکنم خوبه که از همین الان خودمون آماده باشیم، صبور باشیم. در مورد پوشش خبری هم فراموش نکنیم بهمن جان، فرناز هم اینجا خواهد بود و جز در واقع از واشنگتن همین برنامه رو اجرا خواهد کرد و در پوشش خبری هم خواهند بود و به هر حال فکر می‌کنم که دوران، همونطور که هادی هم گفت، از الان اعتراضات اجازه گرفتن، تجمعات اعتراضی قراره برگزار بشه، کاخ سفید تدابیر امنیتی رو دور و برش می‌بینیم داره تشدید میشه، مغازه ها رو دارن در واقع شیشه ها رو می‌پوشونن که اگر شورش و در واقع ناآرامی یا اعتراض شد اونها رو نشکنن. به هر حال فکر می‌کنم این چند روز بسیار بسیار حساس خواهد بود. انتخابات بسیار جالبی هست به لحاظ خبری برای همه ما که سال‌هاست داریم این کارو می‌کنیم، هم خیلی جالب هست. ممنونم از هر سه شما و امیدوارم به زودی هر سه رو ببینم، هادی، بهمن و کامبیز. و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه بودید. این صفحه 2 ویژه است، هفته دیگه هم جمعه این رو خواهیم داشت به طور ویژه. در طول هفته سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه برنامه‌های ویژه صفحه 2 برای انتخابات رو که کامبیز گفت من از واشنگتن در خدمتتون خواهم بود و با جزئیات به تحلیل اتفاقات خواهیم پرداخت. ممنون که همراه ما هستید.